در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا. رهایی شماری از مسافران اختطاف شده در کندز. تازه ترین اقدامات در این راستا چی بوده؟ جزئیات را با شما در میان خواهیم گذاشت. نریندرا مودی خواستار همکاری های نزدیکتر ایالات متحده و هند در عرصه امنیتی گردید. این درخواست در سطح منطقه چه اهمیتی دارد؟ و نظری بر مباحث عمده و جالب در رسانه های اجتماعی. همکارم ژیلا ناصری را با خود خواهیم داشت. با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان گرامی تلویزیون آشنا صدای امریکا، احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز پنجشنبه 20 جوزای سال 1395 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه افزون بر خبرهای افغانستان و سایر نقاط جهان، گزارش مستقیم از شهر لوویل ایالت کنتاکی خواهیم داشت، جایی که فردا مراسم جنازه محمد علی قهرمان بوکس جهان برگزار می‌گردد. امید تا آخر ما را همراهی کنید. همزمان با افزایش گروگانگیری ها در شمال افغانستان، یک نماینده مردم کندوز در ولیسی جرگه هشدار می دهد که گروه طالبان به نیابت از پاکستان در تلاش ایجاد جنگ های قومی است تا از این طریق اهداف آنان برآورده شود. در همین حال ریاست جمهوری نیز می گوید که طالبان برای توجیه شکست حمله های بهاریشان، گروگانگیری را به عنوان یک روی کرد جدید انتخاب کردند و برای پایان بخشیدن به این معضل قرار است که گشت های امنیتی افزایش یابند. با این حال در تازه ترین مورد، در نتیجه یک عملیات پلیس ولایت کندوز، 13 مسافر از قید طالبان رها گردیدند. اینجا ازگای کندوز، تخار و بدخشان است. سه ولایت در شمال شرق افغانستان که ناامنی ها و گروگانگیری های اخیر در مسیر آنها خواب را از چشمان مسافران ربودند. این وقتها آنچه که در سفر به کندوز این مسافران را همراهی میکند ترس و دلهره از گروگانگیری هاست. در شمال میرم 100% جان ما در خطر است، مال ما در خطر است. اونجا در یک توکل میرم دیگه. 100% اطمینان ندارم کجا میرسم یا نمیرسم. دیگه وضعیت را خراب است و دولت اصلا این دمی کابل است. از کابل بریم شو دولت وجود نداره. درباره شمار دقیق مسافران گروگان گرفته شده آمارهای زد و نقیز وجود دارند. پیشتر گفته شد که طالبان 47 مسافر را گروگان گرفتند، اما به تازگی پس از آزادی 13 مسافر از قید طالبان مقام های کندوز میگویند که تنها 8 مسافر دیگر در اسارت طالبان ماندند. این را اختطاف کرده بودند، را از را دور زده بود و بسیار یک شکلی مرموزی. ای هم کسایی بوده که اکثری از یا بخاطر کار رفته بودند به ایران و از ایران رد مرز شده بود. این مسافران آزاد شده از اسارت طالبان از چشم دیدشان حکایت میکنند. طرف ایران سه می اومدیم، به طرف تخار می رفتیم، طرف خانه خود ردی مرزی بودیم. اینجا اومدیم در مسیر روی قندس که اومدیم، سه اینجا طالبان ما را پایین کرد و زودترین وقت مندان سه امنیه ولایت قندس عمر سه جنای خرد و کلانش و زودترین وقت رسیدن اینجا عملیات سر اینا تا عملیات شروع کردن سه و زودترین ما را از دست اینا نجات داد سه. با این حال یک نماینده مردم کندوز در مجلس بدین باور است که طالبان برای ایجاد جنگ های قومی و پوشانیدن مشکلات و چندستگی هایشان از گروگانگیری ها به عنوان یک روی کرده تازه کار می گیرند. حرکتی را که طالب شروع کردن و کشتار مردم ملکی ایجاد خوف و رعب است و خود نشان بدن که گویا با مردن ملا منصور و ملا عمر و اختلافات درونی از اینا که دو پارچه شدین و رفتن ملا رسول و منان نیازی و اینا ایجاد چیز تغییراتی در طالب نامده، ما هنوز زنده هستیم. ولی واقعیتش که طالب هیچ برنامه نداره، شکست فاحش خورده. ریاست جمهوری میگوید که برای پایان بخشیدن به معضل گروگانگیری ها گشت امنیتی در شهرها افزایش خواهند یافت. نیروهای امنیتی ملی با ایجاد گزمه های سیار در مسیر شهرها در تلاش است تا امنیت عبور و مرور را برای مسافران بهتر بسازد و با قاطعیت در برابر افرادی که دست به چنین اعمال میزنند برخورد خواهد کرد. پیش از این نیز در یک رویداد مشابه در شهرهای کندوز طالبان 190 مسافر را گروگان گرفتند که از این میان 160 مسافر آزاد شدند، 12 تن کشته و 8 مسافر دیگر هنوز هم در اسارت طالبان به سر میبرند. گفته می شود که طالبان می خواهند مسافران گروگان گرفته شده را با اسیرانشان مبادله کنند، هرچند مقام های حکومتی می گوید که دولت هرگز حاضر به این معامله نخواهد شد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل.
از سوی دیگر یک گزارش تازه نشر شده از سوی مؤسسه خیریه موسوم به بنیاد جامعه باز حاکی است که تلفات ملکی در جنگ افغانستان مأموریت نظامی ایالات متحده در آن کشور را سخت ضربه زده و باعث شده که طالبان به گونه فزاینده رشد کنند. این گزارش که بر روز چهارشنبه پخش گردید می افزاید که ایالات متحده تأثیر طولانی مدت تلفات ملکی در مأموریت های نظامی خود را از نظر انداخته و هنوز هم از آنچه در 15 سال گذشته در افغانستان آموخته کار نمی گیرد. در گزارش همچنان آمده است که پلان گذاری ضعیف حملات هوایی، اشتباه در شناسایی اهداف، مهمات منفجر ناشده و حمله های خودی از سوی شرکای غیر آمریکایی اکثرا عامل این گونه تلفات ملکی بوده است. اما پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده چندین بار گفته که برای جلوگیری از تلفات ملکی از هر آنچه در توان دارد دریغ نمی کند. حکومت افغانستان بر اقدام ایران و ترکیه در جهت ثبت کتاب ارزشمند ادبی و عرفانی مثنوی معنوی به مثابه میراث فرهنگی مشترک آن دو کشور در یونسکو اعتراض کرده و می‌خواهد جلو انحصار شخصیت مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی از سوی ایران و ترکیه را بگیرد. اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور غنی به رادیو آزادی گفته که دولت افغانستان این موضوع را پیگیری می‌کند. در رابطه با این موضوع امروز خواستیم نظر کاوه جبران شاعر و نویسنده فارسی زبان افغان را بشنویم که از استدیوی کابل با ما اند. آقای جبران سلام بر شما و خوش آمدین. خب در اول اگر بگوین که ثبت آثار نویسندگان مثل مولانا در یونسکو چه اهمیتی داره و دومی که ادعا بر مالکیت چنین میراث های فرهنگی را چقدر شما بر جا میخوانین؟ سلام بر شما. نخست باید بگویم که بسیار سخیفانه خواهد بود که دولت ها در یک روزگار که کاملا جهان به سمت یک دهکده روان است و همه چیز مشترک میشه برای میراث های مثل مثنوی معنوی چانه‌زنی میکنن و سر از جدال میکنن که این میراث فلان کشور است و میراث فلان کشور است. میدانیم که میراث های بسیار عظیم مثل کارنامه مولوی بلخی میراث همه بشریت است و اینها را ما نمیتونیم محدود کنیم به فلان کشور یا بهمان کشور. اما از آنجایی که شرایط سیاسی هم به گونه پیش میاد که این میراث ها میتونه امتیاز برای کشورهای حساب شوه، دست کم وظیفه دولت هاست که به گونه موثق و تاریخیش این میراث خودشان در این میراث سهمدار بدانن. بله. طبیعتا برای آنان که اهل فرهنگ و ادبیات هستند این بحث یک بحث بسیار خنده‌آوری است که دولت ایران و امیرغم دولت ترکیه بدون در نظر داشت افغانستان، حالا افغانستان بمانه، ما اینجا تاجیکستان، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه را داریم که به یک اندازه صحیحاً در این میراث مشترک در نظر نمیگیرن و برای خودشان به قول میبرن و میدوزن و این میراث بدون از اینکه به رایزنی بگذارن چنین محاسبه میکنن بایشان. بس اینجاست که چنین میراث های تنها مال دولت ها نیستن، دولت ها تنها متولیان فرهنگ و سیاست هستن. اینجا مردم حضور داره. یک سوال بله دیگر مشنم. اگر مولانا زنده می بود و این حال را تماشا می کرد خودش چه می گفت؟ خب این سوال فرضی شما ناممکن است، ولی بر صورتش با شناسی که از آثار مولانا دارین صرف یک سوال فرضی است. نه ترک است، نه تتار است، نه تاجیک است، به هیچ کشور وابسته نیست و او برای انسانیت می اندیشید. بله. خب یک پندار نادرسته که نزد اکثر غربی ها در مورد اصلیت مفاخر علمی و فرهنگی افغانستان کنونی وجود داره ناشی از این است که آنان ایران قدیم را با ایران امروزی اشتباه می گیرن. ایران کنونی یا ایران امروزی از این ابهام چقدر بهره برده و افغانستان برای رفع این ابهام چه کرده میتونه؟ دقیقاً بحث شما بسیار درست است. ما اشتباه بزرگ از اینجا ناشی میشه که متوجه نیستن که تمامی کشورهای منطقه ما کشورهای بسیار خرد کوچکی است که از دل ایران بزرگ یا خراسان قدیم بیرون شده و این کشورها امروز
هر کدامش به اندازه خودشان سهم دار است. خب این بحث بماند که ایران چقدر بهره برده و اتفاقا در سالهای پسین پس از اینکه ناسیونالیزم در این مناطق جاری می شود به اثر مفاهیم مدرن، ایران این کار را کرده و از طرف دیگه مسئله دیگه همی است که دولت افغانستان هم متاسفانه دولت‌های افغانستان نه تنها که این ابهام زدایی نکردند بلکه به این ابهام کمک کردند و پیوسته از در مقاطع مختلف این میراث ها را بخشیدن و خصوصا متولیان فرهنگی این مملکت میراث فرهنگی افغانستان و میراث مشترک منطقه را بخشیدن برای همسایگان. و ایران هم امون رقم که شما یادآوری کردن از این ابهام استفاده کرده و به گونه همه چیز را منصوب به خودش دانسته که حتی این موضوع بسیار مایه اختلاف و تنش‌های زیاد بین دو ملت و دو مردم همزبان شده که کار بسیار ناشایست و ناروایی هستند. ما در وضعیت هم که میتونیم از این مایه ها و از این بهانه ها استفاده بکنیم و به همگرایی و به یک جا شدن و به یک جا بودن فکر کنیم و تلاش بکنیم، نه اینکه این مایه ها را در پرتو اون ناسیونالیزم بسیار کوره که هم متاسفانه دولت های افغانستان متاثر از او بوده و هم دولت های ایران این میراث جدا بکنیم و همزمان با هم دیگه دشمنی تشکر بکنیم. تشکر از شما، سپاسگزار هستیم از اینکه تشریف آوردین به استودیوی ما آقای جبران. شهر لوویویل ایالت کنتاکی آمریکا فردا شاهد مراسم جنازه قهرمان است که نه تنها در سطح ایالات متحده بلکه در سطح جهان بی‌بدیل شناخته می شد. در مراسم جنازه محمد علی قهرمان اسطوره‌ای بوکس جهان، افزون بر آمریکاییان مقامات خارجی نیز اشتراک خواهند کرد. همکارم حسیب الکوزی برای پوشش خبری این مراسم به ایالت کنتاکی رفته و همین حالا از شهر لوویویل با ما در برنامه اند. حسیب جان سلام و خسته نباشین، از جزئیات مراسم فردا برای ما حکایت بکنین. چه ترتیبات گرفته شده و کدام چهره های برجسته حضور خواهند داشت؟ سلام آقای لامی به شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیون آشنای صدای آمریکا. قسمی که شما فرمودین در این مراسم از گوشه و کنار جهان رهبرای مختلف کشورهای مختلف اشتراک خواهند کرد. امروز با وقت محلی ساعت 12 بجه مراسم جنازه محمد علی آغاز می شود. الی 12:30 این مراسم تخصیص یافته تنها برای مسلمان ها. بعدا فردا روز جمعه جنازه محمد علی از یک منطقه برداشته می شود و بعدا برای 21 مایل در مناطق مختلف اینا در حرکت می باشند، جایی که از نقطه نظر تاریخی برای محمد علی اهمیت داشت، و بعدا در یک استادیوم به نام YMC اونجا جنازه محمد علی گذاشته می شود و عوام مردم عام برای بار آخر می توانند پیشکش احترام بکنند به ایشان، و بعدا طی مراسم خصوصی از طرف فامیلشان به دیره برده می شوند و به خاک سپرده میشن. در این مراسم از قسمی که قبلا هم شما برش اشاره کردین از گوشه و کنار جهان رهبرای مختلف اشتراک خواهند کرد، البته در مراسم امروزی که از آن جمله رئیس جمهور کنونی ترکیه را میتوان نام برد، رجب طیب اردوغان، و این ترتیب پادشاه اردن پادشاه عبدالله هم اشتراک میکنه، و حامد کرزی رئیس جمهور ازبق افغانستان نیز در این مراسم اشتراک خواهد کرد، و رئیس جمهور ازبق آمریکا بیل کلینتون در این مراسم سخنرانی خواهد کرد. در جایی که من فعلا قرار دارم به نام محمد علی سنتر یا مرکز محمد علی است، اینجا هم مردم برای احترام به محمد علی امروز و دیروز تعداد زیاد از مردم اینجا آمدن، گل گذاشتن و عزیزان یاد خوب کردن و همه به اونا دعا کردن. اگر صدای مرا میشنوین، روحی مردم شهر لوویویل که همشهری محمد علی بودن این را بر ما حکایه بکنین، شما با مردم صحبت کردین چه احساساتی دارن؟ همگی روحیه مثبت داشتن اینجا ازشان و گفتن که یک تاریخ روشن از خود بجا گذاشته، و همگی من دیروز با یکی از دوستاشان صحبت کردم و اونا گفتن که یک شخص بسیار
یک شخص بسیار خوب و بسیار نیک و یک کسی بود که با مردم پیش آمد بسیار خوب داشت و با در نظر داشته رتبه‌ای که داشت در جامعه با آن هم بسیار شکسته بود و با مردم همیشه رویه خوب میکرد. اکثر کسایی که اینجا آمده بودند بسیار خفه بودند از اینکه محمد علی در میانشان نیست، اما میگفتند که او یک تاریخ با بشریت با جا گذاشت، نه تنها برای آمریکایی‌ها و نه تنها برای آمریکایی آفریقای الاصل، بلکه به تمام بشریت یک تاریخ با جا گذاشت. تشکر از گزارش مفصلتان حسیب جان. نریندرا مودی صدر اعظم هند در نخستین سخنرانیش به اجلاس مشترک کنگره ایالات متحده بر اهمیت روابط نزدیک امنیتی میان دهلی جدید و واشنگتن دی سی تاکید ورزید و بیان داشت که مبارزه در برابر دهشت افغانی باید در سطوح مختلف صورت گیرد. صدر اعظم هند همچنان در اشاره به افتتاح بند سلما در افغانستان گفت که هند و آمریکا هدف مشترک بر موجودیت یک افغانستان مرفه را دنبال می کنند و اضافه کرد که او دهشت افغانی را بزرگترین تهدید برای افغانستان و سایر کشورهای آسیای جنوبی تلقی می کند. مستر سپیکر، The Prime Minister of the Republic of India. نریندرا مودی من حیث پنجمین صدر اعظم هند در سخنرانی تاریخیش و اجلاس مشترک کانگریس ایالات متحده در اشاره به دهشت افغانی گفت که هر دو کشور در مبارزه با این پدیده قربانی داده و اضافه کرد که برای ریشه‌کن ساختن آن نیاز است تا همکاری های امنیتی میان هند و امریکا بیشتر از پیش افزایش یابد. صدر اعظم هند با وجود آن که از پاکستان و یا چین نام نگرفت، اما بیان داشت که این همکاری باید کشورهایی را که به دهشت افغانان جا می دهند و یا آنان را تمویل و حمایت می کنند منزوی سازد. We have both lost civilians and soldiers. هر دو کشور در مبارزه با دهشت افغانی افراد ملکی و نظامی خود را از دست دادند. تقاضای زمان این است تا همکاری های امنیتی خود را عمیق‌تر بسازیم و بر اساس پالیسی های استوار کنیم تا آنان را که به دهشت افغانان جا می دهند یا آنان را تمویل و حمایت می کنند منزوی ساخته، میان ترورستان خوب و بد فرق نگذارند و دهشت افغانی را از مذهب مجزا بدانند. آقای مودی همچنان دهشت افغانی را یک تهدید بزرگ برای افغانستان و آسیای جنوبی عنوان کرد و گفت که بازسازی یک افغانستان با صلح و ثبات هدف مشترک هند و امریکا می باشد. افغان ها این را درک می کنند که قربانی های امریکایان در بهتر ساختن زندگی آنان کمک کرده است، اما نقش شما برای مسئول نگه داشتن منطقه فراتر از آن قابل ستایش است. هند نیز به خاطر حمایت از دوستی با افغان ها مشارکت و قربانی های زیادی را متقبل شده است. تعهد برای بازسازی یک افغانستان با صلح، ثبات و مرفه هدف مشترک ماست. صدر اعظم هند در اشاره به آزادی گشت و گذار در آبهای مرتبط با آسیا و منازعات در مورد آبهای جنوب چین که یکی از بزرگترین نگرانی در منطقه تلقی می شود گفت که مشارکت قوی امریکا و هند می تواند صلح و رفاه را در این راستا تقویت ببخشد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. ایالات متحده ای امریکا فشار را بر روسیه افزایش داده تا آن کشور با استفاده از نفوذش بر سوریه کمک های بشری را به ساحات تحت محاصره در آن کشور برساند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید از روسیه خواسته که کمک های یاد شده را ذریعه طیاره های نظامیش انتقال دهد. برنامه غذایی جهان روی پلانی کار میکند که غذا و ادویه را به ساحات تحت محاصره در سوریه از طریق هوا پرتاب کند. با آن هم مسئولان این برنامه میگویند که رسانیدن کمک ها از طریق زمین گزینه بهتری خواهد بود که فعلا در بسیاری ساحات مقدور نیست. جفری فلتمن مسئول امور سیاسی سازمان ملل متحد جامعه بین المللی را هشدار داد که ممکن دهشت افغانان برگشته از ساحات جنگ دامنه حملات را در نقاط دیگر جهان نیز بگسترانند. آقای فلتمن این نکته را به روز چهارشنبه در یک نشست شورای امنیت ملل متحد مطرح ساخت. او گفت که تهدید ناشی از داعش و گروه های مرتبط با آن هنوز هم در سطح بلند باقی است، ولی این تهدیدها چهره عوض می کنند و عقب نشینی های داعش در سوریه و عراق ممکن عاملی برای برگشت فزاینده تروریستانی باشد که به منظور جنگ به عراق و سوریه رفتند.
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا اکنون وارد مرحله جدید شده است. با سپری شدن چندین انتخابات مقدماتی سرنوشت‌ساز، اکنون زمینه مبارزه نهایی در انتخابات عمومی میان هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، دو کاندید احتمالی حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، بیش از پیش هموار شده است. همکارم در این گزارش تازه‌ترین انکشافات در انتخابات ایالات متحده را دنبال کرده است. هیلری کلینتون کاندید دموکرات از یک زمان تاریخ‌ساز لذت برده، در آستانه نامزدی نهایی حزبش قرار گرفته است. او در تاریخ ایالات متحده آمریکا نخستین بانوی خواهد بود که نامزدی نهایی یک حزب پر اقتدار را کسب می‌کند. اما خانم کلینتون بدون زیاد وقت توجه خود را با دونالد ترامپ، رقیب احتمالی جمهوری‌خواه خود، معطوف داشته است. ما به این نظر هستیم که قوت ما در یکجا شدن ماست و ما بیشتر روی این انتخابات حساب میکنیم. انتخاب ساده و بسیط است. دونالد ترامپ به گونه مزاجی یک شخص مناسب برای رهبری کشور و قومندانی اعلی نیست. خانم کلینتون روز سه‌شنبه برنی سندرز، رقیب دموکراتش را در انتخابات مقدماتی چهار ایالت شکست داد. اما با آن هم برنی سندرز خواستار ادامه مبارزاتی انتخاباتی خود است. مبارزه پیش رو خیلی دشوار است، ولی ما برای به دست آوردن هر رای و هر نماینده به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. در عین زمان باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، دیشب در یک برنامه تلویزیونی در مورد خانم کلینتون و آقای سندرز صحبت کرده گفت: من در واقع در طی این مبارزه با هیلری و سندرز در تماس بودم. برنی سندرز مفکوره های جدید را معرفی کرد، ولی فکر می کنم که هیلری به عنوان یک کاندید بهتر به میان آمد. او با استقامت است و درباره مردمان کارکن فکر می کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ روز دوشنبه در ارتباط با سخنان خانم کلینتون به گونه غیر مستقیم از خود دفاع کرد. هدف من همواره این بوده است تا مردم را یک جا سازم، ولی مجبور هستم تا برای آن چی مبارزه کنم که در مورد آن فکر می کنم. من هیچگاه منصرف نخواهم شد. تحلیلگران می گویند که این انتخاب میان ثبات کلینتون و تغییر ترامپ خواهد بود. تاجمین، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. بل گیتس و ملیندا گیتس، ثروتمندترین زوج جهان و همچنان باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، برای پلان‌های جهانی به منظور محو مرض ملاریا حمایت مالی فراهم می‌کنند. بل و ملیندا گیتس تصمیم دارند که با دو برابر ساختن مبلغ تمویل این کمپاین‌ها در دهه آینده، زمینه محو مرض ملاریا تا سال 2040 را مساعد سازند. آنان همچنان آمادگی نشان دادند که منابع مالی را برای ایجاد یک واکسین در مقابل مرض ملاریا نیز تأمین کنند. قرار است سر از فردا مسابقات قهرمانی فوتبال جام ملت‌های اروپا آغاز یابد. بسیاری از علاقه‌مندان ورزش فوتبال چه در اروپا و چه در کشورهای مثل افغانستان منتظر تماشای این بازی‌ها می‌باشند. در رابطه با این مسابقات معلومات بیشتر را از همکارم میر عبدالقادر مشرف می‌شنویم که بازی‌های فوتبال را همیشه تعقیب می‌کنند و خود نیز زمان عضو تیم ملی فوتبال افغانستان بودند. خب آقای مشرف، سلام. سلام فواجان، خوش آمدین. خوش هستیم که شما را با خود داریم. در اول اگر بگوییم که مسابقات در کجا برگزار میشه، در یک کشور یا در چند کشور، و ضمناً کدام تیم ها چند تیم دهی حضور دارن؟ سلام خدمت تمامی بینندگان عزیز تلویزیون. فوجان، در فرانسه قرار است که فردا نخستین مسابقه جام ملت های اروپا برگزار شود. در این جام 24 تیم شرکت میکنه که البته 23 تیم ازی به اساس مسابقات مقدماتی راه میفن و میزبان که تیم فرانسه است، او به صورت مستقیم در این جام راه یافته. 24 تیم در 6 گروه 4 تیمه حضور میفن. خوب است که ما برای بینندگان تلویزیون تیم ها را هم بگویم که در گروه الف تیم فرانسه، رومانیا، آلبانیا و سوئیس است. در گروه بی انگلستان، روسیه، ویلز و سلواکی است. در گروه جیم آلمان، اوکراین، پولند و آیرلند شمالی است. در گروه دال اسپانیا، جمهوری چک، ترکیه و کروشیا است.
و در گروه بعدی بلژیم، ایتالیا، جمهوری آیرلند و سویدن است و در گروه آخر هم پرتغال، آیسلند، اتریش و هنگری به مسافه هم میرن. این دور مسابقات نسبت به دور قبلی جام ملت‌های اروپا چه ویژگی و تفاوت دارد؟ دو نکته بسیار مهم در اینجا است که کسایی که در ورزش فوتبال بسیار عمیق می‌نگرن اونا را به حساب زیادتر کنجکاو ساخته. اول از اینکه آیا اسپانیا قادر خواهد شد از لقب جام، از لقب قهرمانی از جام دفاع بکنه یا نه؟ یکی. دوم، آیا آلمان خواهد دانست که امو سنت دیرینه اروپا را که هر تیمی که در جام جهانی قهرمان شده بعد از او جام ملت‌های اروپا را هم به خانه خود برده، آلمان به این برسه یا نه؟ اگر شما به خاطر داشته باشین، فرانسه در سال 98 قهرمان جام جهانی شد، در سال 2000 جام اروپا را به خانه برد، اسپانیا قهرمان سال 2010 شد. 2012 بالاخره چه فکر میشه چانس کدام تیم یا کدام کشور در این مسابقات بیشتر است که به دور نهایی راه پیدا بکنه؟ تیم آلمان و من که فکر میکنم بیشتر پرتغال و تیم فرانسه، چرا که میزبان است و نهایت حمایت مردم خود. شما طرفدار کدام تیم هستین؟ ما همیش طرفدار تیم آلمان بودیم از صف 4 مکتب تا با حال ببینیم که آلمان ها چه میکنه. ببینیم. تشکر، زنده باشین. در ختم هفته قرار داریم و مثل هر پنجشنبه همکارم جیلا ناصری را با خود داریم که مباحث رسانه‌های اجتماعی و واکنش‌ها را دنبال کرده است. جیلا جان، خب بفرمایید چه مطالبی را گرد آوردین؟ فوجان سلام خدمت شما بیننده عزیز. برای هفته مرگ محمد علی ورزشکار و اسطوره مشهدری در جهان سرخط موضوعات مورد بحث در رسانه‌های اجتماعی در هفته بود. با مرگ محمد علی مشهدر معروف و شخصیت شناخته شده آمریکا، این هفته رسانه‌های اجتماعی شاهد واکنش‌های گسترده کاربران فیسبوک، توییتر و سایر پایگاه‌ها بودند. اکثر افغان‌ها با پست عکس و نقل قول از وی به خصوص خدمات بشری محمد علی و سفرش به افغانستان در رسانه‌های اجتماعی با خانواده محمد علی اظهار همدردی کردند. افتتاح بند سلما به کمک کشور هند در میان افغان‌ها با استقبال زیاد در رسانه‌های اجتماعی روبرو شد. نریندرا مودی در توییتر به دری پشتو هم نوشته بود که تشکر افغانستان، سفر کوتاه ما به افغانستان پیامدهای مثبت و طولانی مدت برای منفعت و تحکیم دوستی پایدار میان دو ملت خواهد داشت. در میان عکسی از رئیس جمهور غنی در حالی که مدال امیر امان‌الله خان به مبر مودی صدراعظم هند بر تشکری از افتتاح بند سلما هدا می‌کند، در رسانه‌های اجتماعی در مطبوعات داخلی و هند و سایر کشورها انعکاس زیاد یافته است. با حلول ماه مبارک رمضان، رهبران جهان پیام‌های تبریکی خود برای مسلمانان جهان در پست‌های ویژه در صفحات اجتماعی گذاشتند. از جمله دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در ضمن تبریکی حلول ماه رمضان از جهان خواهان توجه بیشتر به وضعیت مهاجرین سوری شده و همینطور جاستین ترودو صدراعظم کانادا در پیام تبریکی هم ماه رمضان تبریک گفته و در مورد مزیدهای ما صحبت کرده. و گزارش در وبسایت صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی بسیار شریک شده که در مورد است که تا ماه رمضان برای حفظ سلامت وجود چی باید کرد. در گزارش آمده که شمار زیاد وبسایت‌ها در بریتانیا در وبسایت اداری ملی خدمات صحیش طرح‌های غذایی را برای روزه‌دارها هم فراهم کردند. در میان سایر اخبار دیگر در هفته در رسانه‌های اجتماعی که بحث برانگیز شده بود، انتخاب ملکه زیبایی آمریکا هم بود که این رقابت‌ها با یک بانوی سیاه‌پوست و عضو اردوی آمریکا از واشنگتن دی سی به حیث ملکه زیبایی آمریکا انتخاب شد. سریال پرطرفدار گیم آف ترونز برای جلب توجه مردم جهان برای کمک به مهاجرین با پوسترهای ویژه هر کدام خواهان حمایت از مهاجرین شده. و یفته در یوتیوب اجرای پارچه موسیقی راک در برنامه امریکا گاد تالنت توسط مرد 82 ساله پربیننده بود و در ظرف کمتر از 24 ساعت 1 میلیون بار دیده شده. و دوستان در توییتر میتونید که ما را هم پیدا کنید، موضوعات مختلفه با ما دنبال کنید. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آنچه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب با خبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. با پایان برنامه دری رسیدیم. همکارم برشنا مرخیل تا لحظات بعد با مطالب تازه تر در بخش پشتو میزبانتان خواهد بود. تا هفته دیگر، خدا یار و یاورتان. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند.
په ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کارپوهانو ته بی‌ساری لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما. آشنا تلویزیون د نن مازدیګر په خبرونه کې د کندز تخار په لوی لار کې د تختول شوی او مسافرو لړټلې ډیر کسان کوشش وی دي، ولی په کندز کې پر لپسې خلک تختول کیږي. هیلری کلنټن سپینې ماڼۍ ته یو ګام بل هم نږدې شوه، خو آیا د خپل د جمهوري غوښتونکي ګوند احتمالي سیال نه به ټاکنې وګټي؟ او په ټولنیزو رسنیو کې به په دې اونۍ کې ستاسو ډیرو شریک شویو او خوښ شویو تبصرو باندې به بانډار کوو. د آشنا تلویزیون سره اوسئ. درنو لیدونکو سلام. په متحده ایالاتو کې میشت یوې خیریه مؤسسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د اقتصادي